وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در مقر وزارت امور خارجه در مورد راهبرد جدید کشورش به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه کرد. وی در یک قسمت از سخنانش گفت واشنگتن هیچ پیش شرط برای طالبان به منظور پیوستن آنان و روند صلح ندارد و افزود که ایالات متحده ای امریکا دیگر ملت سازی نمی کند و این به حکومت افغانستان و نماینده طالبان ارتباط دارد تا با هم بنشینند و مسائل را حل کنند. آقای تلرسن تاکید کرد که امروز عناصر مدرن در میان طالبان وجود دارد که علاقمندند تا پیش بروند. با توجه به اظهارات روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا، این واضح ترین علامت و سیگنال صلح به طالبان است تا بدون هیچ شرط کم از کم از جانب ایالات متحده به میز مذاکره آمده و شامل روند صلح افغانستان شوند. تلرسن گفت که واشنگتن انوز هم خواهان تعیین نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان بوده و به زودی آن را اعلام میکند. وزیر خارجه در یک قسمت دیگر از سخنان خود گفت که با بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، واشنگتن انتظار دارد تا راهکار متفاوت را در بخش انکشاف و همکاری با آن کشور روی دست گیرد. این دیپلمات ارشد اداره رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که تمام این تلاش ها به منظور اعمال فشار بر طالبان است تا آنان درک کنند که به پیروزی در میدان جنگ نائل نخواهند شد. تلرسن گفت شاید ما در این جنگ برنده نباشیم، اما شما هم پیروز نخواهید بود. وزیر خارجه امریکا در قسمت دیگر از سخنان خود در این کنفرانس گفت پاکستان باید راهکار متفاوت اختیار کند. آقای تلرسن خاطر نشان کرد که روابط خوب میان واشنگتن و اسلام آباد با عنوان دو متحد طی دو سال اخیر به خرابی گراییده و به اعتمادی در روابط ایجاد شده است. تلرسن تاکید کرد که حکومت و مردم پاکستان قربانی دهشت افغانی بودند، اما اضافه کرد که ایالات متحده ای امریکا شاهد پناه دادن گروه های دهشت افغان در خاک پاکستان است که علیه سربازان، مقامات و منافع ایالات متحده در داخل افغانستان برنامه ریزی کرده و با انجام حملات در بهبود پیشرفت و روند صلح افغانستان مشکل ایجاد می کنند. آقای تلرسن گفت که اگر پاکستان به خواستهای ایالات متحده پاسخ ندهد، واشنگتن برخورد جدی خواهد کرد. تلرسن تاکید کرد که واشنگتن خواهان کار با پاکستان در یک مسیر مثبت است، اما آنان باید راهکار خود را تغییر دهند. او گفت در تامین صلح و ثبات در افغانستان بیشترین سود را پس از مردم افغانستان پاکستان میبرد. وزیر خارجه امریکا تصریح کرد که روز تا روز حضور و پناهگاه های دهشت افغانان در خاک پاکستان افزایش می‌یابد و در نهایت به زیان خود پاکستان و مردم آن کشور تمام خواهد شد. پاکستان یک کشور اتمی است و مسئولیت سلاح اتمی و تجهیزات آن کشور نه تنها برای مردم پاکستان بلکه برای تمام منطقه قابل نگرانی و تعمق است. وزیر امور خارجه امریکا هند را یک شریک استراتژیک عمده و کلیدی واشنگتن عنوان کرده گفت که هند در سالیان اخیر در عرصه‌های مختلف انکشافی و اقتصادی در کنار مردم افغانستان بوده است که همه این تلاش‌ها به گفته وزیر خارجه امریکا به نفع و ثبات مردم افغانستان تمام می شود. اینکه پاکستان چقدر مطابق یا موازی به استراتژی جدید امریکا عمل می کنند، گذشت زمان ثابت خواهد کرد. نظیر از این کریمی، چینل جهانی، امید مستچهار، مقر وزارت خارجه، واشنگتن دی سی.